سپین مانی ویلی چې په راتلونکو 30 ورځو کې د افغانستان څخه د امریکا سرتیرو وتل ناممکن دي. دوی په خبره چې یوازې 30 ورځې امریکای سرتیر په افغانستان کې موري لري او کې د امریکای سرتیرو وتل له افغانستان څخه له لوجستیکي اړخه ناممکن دي. دا په داسې حال کې ده چې د رسمي شمیرو له مخې 2500 امریکای عسکر په افغانستان کې شتون لري، خو داسې ویل کېږي چې د امریکایي سرتیرو شمیر په افغانستان کې له دې نه هم زیات ده. څه موده وړاندې د امریکا د پارلمان یو غړي ویلي وو چې د امریکایي سرتیرو شمیر په افغانستان کې 3500 ته رسېږي. دغه تر څنګ د نورو بهرنیو سرتیرو شمیر چې د ناټو ایتلاف د غړو هیوادونو اړوند دي 5000 ته رسېږي. په ټوله کې اوس مهال 1500 بهرني سرتیر په افغانستان کې شتون لري. د دوه هېد تړون پر بنسټ باندې دا سرتیری باید د مئی تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان څخه ووځي، خو اوس تازه یو ځل بیا سپینې ماڼۍ ویلي چې د مئی تر لومړۍ نیټې پورې د دې سرتیرو وتل ناممکن دي. له دې وړاندې طالبانو اخطار ورکړی و چې که چېرته د مئی له لومړۍ نیټې څخه وروسته امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې کیږي، دوی به یې په وړاندې سختې جګړې وکړي. همدارنګه یوازینۍ هیله دې چې امریکایان او طالبان به یو توافق تب کې ورسیږي او یا به هم طالبان نور هم له بهرنیانو سره وربند پکې تمدید کړي. هغه د ترکیې کنفرانس بلل کېږي چې د دې میاشتې په 14مه نیټه به دایریږي. تر ټولو اساسي پوښتنې دا دي چې د مئی میاشتې نه وروسته به د جګړې برخلیک څه کېږي. اوس خو څرګنده شوه چې امریکایي سرتیر له افغانستانه نه وځي او د طالبانو دریځ هم تر اوسه پورې څرګند دی چې دوی د امریکایي سرتیرو پر وړاندې هم جګړه تیزوي. دوهمه خبر دا ده چې د ترکیې کنفرانس کې به څومره د بهرنیانو او طالبانو ترمنځ د اوربند تمدید خبره یاده سي او څومره به توافق باندې وسي. که چېرته هلته توافق نه کېږي، بالاخره یوه پوښتنه لا هم دا ده چې طالبان د دې توان هم لري چې تر اوسني وضعیت جګړې نور هم شدت ورکړي. په داسې حال کې چې حکومت او ځینو نورو سرچینو په تېر یو کال کې هم داسې راپورونه ورکړي وو چې طالبانو خپل نهایت زور کړی او دوی په تېر کال کې نهایت جګړې ته شدت ورکړی. سلامونه ونې کلي قدرمندونکو، زه عصمت ترک مودې خبرونه کې راسره د افغانستان د ملي بیدارې او فلاح ګوند مشر ښاغلی یاسین حبیب په همدې تړاو راسره بحث کوي. ستاسو اړیکې او نظرونه به هم د خپرونې په جریان کې ټلیفون پر کرښه راسره. حبیب صاحب، تاسو ښه راغلاست. چېرته په راتلونکو 30 ورځو کې امریکایي سرتیر له افغانستان ونه وځي څه به کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام ادای ترام، همچنان شام بخیر میگم به شما و به همکاران محترم شما و بیندای نهایت عزیز و نازنین تلویزیون شما، چه در داخل و چه در خارج. ببینید جناب آقای ترکی، ما همیشه طریق رسانه ها گفتیم، خطاب کردیم به تحریک اسلامی طالبای افغانی که اگر واقعا شما در افغانستان جنگ علی ملت مسلمان و مظلوم و من علی قوای مسلح افغانستان، همان امی وطن امی کشور در قوای مسلح وجود دارن. قوای مسلح ما اگر جنرالای ما هست، اگر دگروالا و افسرای بلندپایا و یا سربازان قوای مسلح ما هست، همه اولاد مسلمان هستن، همه امت حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستن، پیرو به قرآن هستن، بنده های مؤمن خدا هستن. شما چه گفته اینا را میکشین، عمله میکنین؟ باز چنان کشتن بسیار مظلومانه، بسیار صفاکانه فرزندان مسلمان ای وطن در قوای مسلح، اعضای تحریک اسلامی، اعضای مسلح تحریک اسلامی طالبا میکشن. فلهازا یگانه عامل نه تنها او زور طویل المدت بیرونی ها در رأس امریکا را خود تحریک اسلامی طالبا باعث میشه، بلکه در ازدیادشانه افزایش این نیروها را حملات خونین، حملات وحشیانه، حملات صفاکانه، حملات خونبار تحریک اسلامی طالبای افغانی بر ضد ملت افغانستان، بر ضد قوای مسلح ما، باعث از این میشه که نه تنها حضور قوای امریکا و ناتو در افغانستان طویل المدت شود، بلکه افزایش هم پیدا بکنن. این در حقیقت
یگانه باعث حضور از اونا ازدیاد از اونا خود طالبا میشن اگر اینا واقعا صحیح یو خبر داد حبیب صاحب چې خپل بهرنیان څومره دی وتلو اراده لري لکه څرنګه چې دې تړون 14 میاشتې کیږي او 14 میاشتې کافی وخت دوی خپل هوکړه کړې و چې په 14 میاشتو کې بهرني سرتیر له افغانستان څخه وتلی شي ولې ونه وتل ببینین آقای ترکی دا از مواداد مندرج توافقنامه بین هیئت مذاکره کننده تحریک اسلامی طالبا و هیئت مذاکره کننده وزارت خارجه امریکا در از شما آقای زلمه خلیزاد ای بود که خروج نیروهای امریکایی بود اما یکی از مواداد یا دو تا از مواداد چندین موادات دیگه و خصوص که من نام میبرم یکی مسئله آتش بس بود آتش بس تحریک اسلامی طالبا ای خب آتش بس از اینا بود و همچنان نه تنها آتش بس بلکه ختم جنگ یا کاهش خشونت در افغانستان و همچنان قطع روابط و تعلقات تحریک اسلامی طالبا با سایر نیروهای جنگ افروز تروریست تباکار مثل القاعده و جیش محمد که پاکستانی ها هستند و سایر گروپ های که از آن سوی مرز مربوط به پاکستان هستن آمدن در اینجا در اون مناطق تحت اداره تحریک اسلامی طالبا اینا مراکز نظامی دارن فعالیت های نظامی دارن این از نمو مراکزشان اینا بعض اوقات بالای مردم معامله میکنن بالای قوای مسلح معامله میکنن که با تحریک اسلامی طالبا و با اونا سقط علایق بکنن که ما نکرد تحریک اسلامی طالبا با اونا نه تنها قطع علایق نکرد بلکه همکاریشان بیشتر شد و همچنان تحریک اسلامی طالبا نه تنها آتش بس قبول نکرد یا تا کاهش خشونت قبول نکرد بلکه جنگ در افغانستان افزایش بخشید خونریزی را عملات انتحاری و انفجاری و معنای چسبکی را افزایش بخشید اما روزه شما شاهد خونریزی فرزندان مسلمان مجاهدی وطن اگر در قوای مسلح هست اگر ژورنالیست های ما هست اگر سیاسیون ما هست اگر علمای دینی ما چی علمای جدید دینی ما را اینا از بین بردن اینا به اصطلاح این فرزندان مسلمان خداپرست مجاهد اینمی سرزمین که اینمی فرزندان اینمی سرزمین یک زمان اینا اصلا حضور نداشتن اینا اثر رسوخی نداشتن ولی اینمی اولاد وطن اولاد مجاهد اینمی وطن بر ضد قوای متجاوز سرخ شوروی جهاد کردن 2 میلیون شهید دادن ولی امروز توسط طالبا اینا به قتل میرسن به شهادت میرسنن طالبان نه به شهادت میرسنن استاس نظر داده چی طالبان خپل دی بهرنی سرتیرو شتون او دیوغی دوام ته زمینه بدون شک بدون شک یکی که خود طالبا نقص کردن اونمو توافق نامه را نقص کردن او را مطابق امو فیصله عمل نکردن دومی که یعنی باعث حضور دراز مدت از اونا خود عملات وحشیانه تحریک اسلامی طالبان میشن ما میگم همیشه طریق رسانه ها گوته ما خود در این عصر زمان خصوصا در این وقتایی که مسئله صلح پروسه مذاکرات در قطر اینا هست من همیشه بسیار با الفاظ شیرین بسیار با الفاظ اسلامی بسیار با الفاظ برادرانه ما خواهش کردیم تا گفتیم که از برادرای مسلمان محترم تحریک اسلامی طالبا از رهبرای محترم عزیز تحریک اسلامی طالبا میخوایم که دیگه ملت تانه نکشین دیگه مردم تانه نکشین دیگه وطن اسلامی تانه و ایران نکنین بیاین چی میخواین مقصد شما چی است چی میخواین اگر اصلاحات اسلامی در این وطن میخواین بله همه ملت مسلمان افغانستان 99% ملت مسلمان افغانستان خواهان اصلاحات اسلامی خواهان عزیز که در این وطن ما چون این وطن شهدا هست این وطن مجاهدین هست این وطن است که بر ضد قشون سرخ شوروی در گذشته ها بر ضد قشونه های متجاوز گذشته چی بریتانیا و از گذشته شام چنگیزا و امثالشان بودن این وطن این مجاهدت ها کرده مبارزات بیامان کرده قربانی ها داده آخرش هم مبارزات دلیرانی فرزندان مجاهدی وطن بر ضد قوای سرخ شوروی بوده امروز این وطن وطن شهدا هست امروز در این وطن به میلیون ها میلیون شهید راه جهاد مقدس در کوه دشت و دامن این وطن دفن هستن بازم میگم من خطاب میکنم به تحریک اسلامی طالب های افغانی او برادرای افغان ما او برادرای مسلمان ما همی که شما اسلام میگین شریعت و قرآن محمدی میگین بیاین کل ملت افغانستان اسلام پیرو اسلام هست به خاطر اسلام 2 میلیون زهاز شهید دادن به خاطر تحقق شریعت قرآن محمدی اضافه 2 میلیون شهید دادن همه ملت امراه هست اما شما در قسمت از این مسئله
توافق نامه که نه مسئله تجویز بود یا چیز بود، اینا صرف امریکایی ها تجویز اعلان کردن، اما با برادران مسلمان خود تجویز اعلان نکردن، خود برادران مسلمان خود اینا رو اختاردن. سید ساس به نظر بند توافق نامه که دستی اصول چی باید افغان حکومت تا افغان ځواکونو سره مور بند کې اوسې، هلته خو طالبانو ویلي وو چې مونږ یوازې له بهرنیانو سره په اور بند باندې هوکړه کړې. ببین د او توافق نامه به این آمده بود که طالبا سر با امریکایی ها اورمند میکنن، با برادرای مسلمان مجاهد خود که عبارت از ملت مسلمان افغانستان از قوای مسلم است. امروز من بازم این را تکرارا میگم که اکثریت قاطع 99% اعضای فرزندان این وطن در قوای مسلم مسلمان هستن، مجاهد هستن، به خاطر خدا، به خاطر وطن و به خاطر دفاع از مردم خود می جنگن، مبارزه میکنن، در قوای مسلم اسلحه برداشتن، اما اینا حمله را بسیار که دزگیر میکنن، در شکل بسیار مظلومانه به شهادت میرسنن، از پس سر حلال میکنن، سنگباران میکنن، زنده به گور میکنن، ولی برعکس که وقتی که قوای مسلمان طالبان را اسیر میگیرن، اینمی در زندان های افغانستان بسیار با احترامانه و بسیار به شکل این برادرانه و دوستانه اینا را نگهداری میکنن، لباس برشان میتن، غذا برشان میتن، جای برشان میتن، اما اونا زجر میتن، شکنجه میتن. ببینین یک چیز خدمت شما عرض بکنم که در اون توافق نامه نامده بود که طالبان سر با امریکایی ها تجبت میکنه، با برادران مسلمان خود که برات از ابا افغانای خود تجبت نمیکنن، فقط را تجبت آتش بس آمده بوده در اوجه اولا ببینه در توافق نامه هست، ولی این تعبیر سوء نادرست ظالمانه و صفاکانه است که طالب هایی کارا میکنن فقط با امریکایی ها، از یک سو دال از اسلام میزنن، دال از جهاد میزنن، اوز به اسلام امریکا که کافر هستن، کافر هستن، اونا را نمیکشن، ولی برادرهای مسلمان خود پیرو اسلام ها، پیرو قرآن ها، پیرو امت حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم شهادت میرسانن. ببینین دی همه به اصطلاح همه یگانه باعث ازدیاد قوای مسلح امریکا و ناتو که در افغانستان میشه، خود طالب هاست، حضور دراز مدت اونا که در افغانستان میشن، خود همین طالب هاستن که ملل متحد اعتراض کرد، ملل متحد حتی گفت که خروج نابهنگام قوای امریکا و ناتو از افغانستان غلط است، به خاطر که امروزه جنگ تشدید یافته، جنگ خشونت تشدید یافته، امروزه خون مردم افغانستان ریخته میره، عالم، معلم، دانشجو، محصل، متعلم، خبرنگار، بازاری، دوکاندار، تکسیران، همه و همه خونشان توسط این طالبان ریختان نمیشه نمیریزن. ببینین یک چیزه خدمت شما عرض بکنم که کل ملت مسلمان افغانستان 90% ملت مسلمان افغانستان خواهان حضور نیروهای بیگانه در وطن نیست، نه تنها خواهان حضور نیروهای امریکایی و ناتو دیگه، بلکه خواهان نیروهای افراد مسلحی که به نام القاعده و اینیان پاکستانی و چیچینی و اینیان که در کشور ما آمدن، ازبکستانی و تاجیکستانی و ترکمنستانی و عربی و پنجابی که در افغانستان میاین خون فرزندان وطن ها میریزنن. ملت ما 100% ملت ما خواهان هیچ حضور مسلح، هیچ خارجی که در اینجا به خونریزی ملت افغانستان بپردازن، خون ملت افغانستان را بریزنن، وطن ما را ویران کنن. ملت ما خواهان حضورشان در این وطن نیست. تشکر. یواره که برای خلو سلام نونی کلی چوک لکم زنی مرنی کنی ولی سلام علیکم خستان هم شبر خوبتی معنی تشکر. شما کی هستین؟ از کجا به تماس شدین؟ من اسم سفر از غوریون به تماس از هرات، ولایت هرات هم شده. تشکر، بسیار زیاد خوش آمدید. یک گزارش داشتم در باره مشکل مردم، گفتم یک موضوعی به درباره نیچ صحبت کنم، چه کنم شما میتونید؟ مهربانی اگر کمی کوتاه‌تر صحبت کنین. مهربانی میگم برای ما به خدا دست این دولت میتو شرکیم تا جای فیزا داره مطرام و اسمت داره از ما میتونه بزرگ کسی همینی جوابگو باشه. من تو زرنمی سمیشه شبکه تلویزی میتونه میکنم، میگم چه کنم مثلا کسمت پیدا میشه جوابی با اون بده، اگه پیش ولسوال میره، پیش خماندان میره، امنیت میره، کس جرعت نمیکنه بره پیش مرویتی و مطرام و آرگست کنه. گفتم من شما رو ایتو زنگ زن سکنم مرگانه مهین ور بکنیم کسمتی میتونیم پخش کنیم نمیتونیم. تشکر بسیار زیاد. ډیر مننه حبیب صاحب. بیا هم تاسو سره ګرځو. ستاسو په نظر باندې د مۍ له لومړۍ نېټې وروسته د جګړې برخلیک به څه سي؟ همداسې به دوام وکړي، طالبان به له بهرنیانو سره اوربند تمدید کړي که به یې نه کړي؟
یک چیزی که قبل از اینکه به من سوال شما ما پاسخ بگویم به حرف حمید برادر عزیز غوریانی خود ما بگویم که بله درد ازی به جا هست درد ازی بر حق است راست جواب که اینمی اینمی حکومت در طول 20 سال امی حکومت ها و حکومت مرکزی و حکومت های مالی اینمی افغانستان باعث ازدهاد صفوف مخالفین مسلح شد باعث ازی شد که ملت ما مثل این برادر ما که میگم اما جان آمدیم عدس ولسوال عدس سارنوال منطقیشان که حرفشان نمیشنون فقط مصروف رشوت ستانی هاستن حق تلفی هاستن بیعدالتی هاستن حق بردار نمیرسانن حق تلف میکنن مردم به جان میاین مردم قهرن میرن در سر مخالفین یگانه رشد مخالفین مسلح در افغانستان فساد داری فساد اخلاقی به این وطن چه حکومت مرکزی چه حکومت های محلیش شما راست میگم ما به برادر عزیز خود میگم دعا کنید که پروردگار بالای ملت رحم بکند تا خداوند یک صلح واقعی به وجود بیاره بیاره که یک حکومت درست خوبه که واقعا ملت ما دگه از این رنج ها و از این خوندیزی ها نجات حاصل کنه در این وطن با وجود اگر به عنوان حکومت سرپرست میایه حکومت موقت میایه هر چوری افغان مسلمان خوب هموطن واقع دردای ملت ها بفهمن دردای ملت ها واقع تشخیص بتن به دردای ملت برسن به زخمای ملت مرهم گذاری بکنن ما به برادر خود میگم دعا کو کلمت خداوند یک تعاون خوب درست نیکنه به وطن ما بیایی که دیگر سیدا مثل خودت و سایر افغان های عزیز رنگ دیده و عذاب کشیده ما دیگر درد دلشان بسه گم شد ما آمدیم در قسمتی که امروز تمام امیدهای ملت ما به عنوان نشست استانبول دخته شده ما امیدوارم که نشست استانبول یک نشست خوبه سرنوشت سازه برای ملت مسلمان مظلوم ما باشه یک نشست باشه که نتیجه اون نشست استانبول باعث ایجاد یک حکومت درست با اعتبار یک حکومت ملی یک حکومت اسلامی که بتونه با حفظ ارزش های ما با حفظ اینمی دستاوردهای ما که یکی از دستاوردهای بسیار خوب ما عبارت از حضور قوای مسلح افغانستان است حضور قوای مسلح افغانستان است که دشمنای افغانستان دشمنای اسلام همیشه کوشیدن که ملت مسلمان افغانستان سلب یک قوای مسلح نباشند امروز لله الحمد به اساس سعی و تلاش خود فرزندان همین وطن ما اردوی ملی به وجود آوردیم ما به اصطلاح پلیس ملی امنیت ملی داریم و یعنی در مجموع قوای مسلح کولاد همین وطن در قوای مسلح است این قوای مسلح باقی میمانه هیچ امکان نداره ملت ما خواهانش است مردم ما خواهان حفظش است مردم ما حمایتگرش است مردم ما مدافع قوای مسلح افغانستان است هر جناهی که هر کسی که اگر بخواد هر کشوری که بخواد قوای مسلح ما را دنگ ببره این خواب است و خیال است و محال است و جنون امروز ملت ما در مجموع ملت مجاهد است ما این را به دنیا اعلام میکنیم کنمو اسلحه های که دلان جهاد مونده واقعی مانده در کوپایه های سر به فلک کشیدی افغانستان دست نستن در روز مبادا که اگر خدا اینا خواسته در این وطن بازم بدبختی و مصیبت و تهاجمات بی‌نظمی به وجود بیاید فرزندان وطن در کنار قوای مسلح خود قرار میگره با استفاده از امیس صلاح دوران جهاد از این وطن دفاع میکنن از وجاد وجاد خاک این وطن دفاع میکنن از نوامیس ملی از عزت آبروی این ملت مسلمان و مجاهد افغان دفاع میکنن به عدد کنار قوای مسلح خود اما وزن راجع به این که نشست استانبول انشاءالله یک نشست سرنوشت ساز است به می خاطر یک چیز خوبی که هست بالاخره رئیس جمهور هم به ایال تن داده که من خود کاندید نمی کنم ما به اصطلاح یعنی کاندید آینده انتخابات زودنگام نیستم گرچه انتخابات زودنگام ناممکن است که ایجاد شد چرا ملت ما دیگر به انتخابات هایی که توسط اینمی زعما به وجود آمده روی کار شده برگزار شده بعد آنو بر جعل و تزویر و فریب و ترفند و مندسی مبدل شده ملت ما به انتخابات معتقد نیست فلحاظ اینمی نشسته که در استانبول قرار از دمی شب و روزهای نزدیک برقرار شود یک فیصله خوب که از طرف حکومت افغانستان هم آیتای میرن از طرف اعضای سیاسی ما هم آیتای میرن
از طرف نهادهای جامعه مدنی ما، هم آیت های میرن از طرف تحریک اسلامی طالبای افغانی، هم آیت های میرن چیز خوبه که او جبه ایسلا هست، آیت شورای امنیت ملل متحد من ایسا ناظر در اوجا می باشن، کشورهای همسایام آیت هایشان می باشن من ایسا ناظر. انشالله یک نشست خوب است که چشم امید ملت ما به این نشست استانبول است که انشالله یک نشست سنوی سال باشن. پیابی مارک آخلو سلام نونی کلی سوک لکم زین مارک نولی. سلام علیکم. وعلیکم سلام، مهربانی، سوک لکم زین مارک نولی. از اولادی بغلان. بسیار خوش آمدین، مهربانی. بله صدایتان درست است. مهربانی، نظرتان با ما شریک بکنید. همین موضوع برنامه را نفهمیدم برادر، موضوع برنامه چیه؟ خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. بده مرگا چی وقت کام در قدر مندم کل چی مصر علیک نسی نو کوئی چی مخک تر مخکی دیخ پرانی موضوع اخلی یاو پا هم دیتا رو خپل نظر را سر شرکوی. حبیب صاحب ساس پا نظر باندی رختی هم دی ترکیه کنفرانس دوم را حیلا بخون که ده خوی و بارکی دل تستا غدا چی دی می پا لمری نیتا باید طول امریکای سرتی لفغانستان و تلی ووسی یا طالبان بیرت دوی پا ولان دی جگره پیل کوی او ده کنفرانس یوازی یوازی پینزل سورازی مخ کل دی تاریخ نا دایی ریک فکر کوی چی دل تا بارکی ستا دی دوی دو ترمنز یا تلاو ستا دومره مطمئن است چې یوازې او یوازې بدلته د امریکایي سرتیرو د شتون په دوام باندې خبرې نه کېږي او یوازې به د هغوی د وربندې تمدید لپاره دا کنفرانس نه دی هېر سوی. یعنې همداسې احتمال هم وینئ چې د مۍ له لومړۍ نېټې وروسته به بیا هم له بارونیانو سره وربند تمدیدېږي ولې د افغان ځواکونو په وړاندې به جګړه نور هم شي. ببینین تا زمانی که وربند هم امرای خارجي هم امرای خود افغانهای مسلمان و مجاهد اولادی وطن که برات از قوای مسلم ماست و مردم ما هست اوربن اعلان نشد نیروهای بیرونی من مثل که من پیشتر گفتم جناب آقای ترکی خود عملکرد تحریک اسلامی طالبا جنگ تحریک اسلامی طالبا خونریزی تحریک اسلامی طالبا باعث از این میشه که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون نشه خود از این باعث از این میشن خود از این سبب میشن خود از این باید حق خود را برایشان به کار پرتن خود از این خوش ما بگیرین به این مذاکره تن بتین با جنگ خود نتانستین من باورمند هستم جناب آقای ترکی من اینا میگم برای رزیج تحریک اسلامی طالبا میگم برای قماندان های محترم تحریک اسلامی طالبا میگم که اگر شما بخواین از طریق جنگ به این کشور مسلط شوین خواب است و خیال است و محال است و جنون متوجه باشین که چنان با یک جنگ داخلی چنان با یک مقاومت داخلی در برابرتان مواجه شوین که رای گریزتان را گم کنین اگر در هر شهر باشین کابل باشین در هر شهر باشین در هر شهر افغانستان باشین رای گریز نیافین رای پنهان که پت شوین امت یک را مردم هم شما را نتا جای نتا پنهان نتا پناه نتا با این قصه بیاین بیتر است از این فرصت استفاده کنن اما هم افغان های ماستن اما هم خدا میگن مسلمان هستیم شریعت قرآن محمدی میخوایم ما هم شریعت قرآن محمدی میخوایم به خاطر شریعت قرآن محمدی ما اضافه 2 میلیون شهید دادیم 1.5 میلیون زخمی دادیم معلول دادیم معیوب دادیم حالا هاجا بیاین مذاکره جنگ بس کنین آتش بس اعلان اما تا زمانی که آتش بس اعلان نشه نیروهای خارجی از افغانستان بیرون نمیره تا زمانی که تحریک اسلامی طالبا دست از خشونت بر ندارن تا زمانی که تحریک اسلامی طالبا دست از کشتار ملت مسلمان و مجاهد افغانستان دست از حملات وحشیانه بالای موازی قوای مسلم بر ندارن نیروهای بیرونی هرگز از افغانستان خارج نمیشن نیروهای امریکا و قوای ناتو از افغانستان خارج نمیشن دیرم من خیر سید کرمدان حبیب صاحب چیخ پرون کلمک سر گردون کرده و کغلی یاسین حبیب دی ملی بایداری و فلاح گوند مشرق قدر من لوم تاسنم دیرم من چیخ پرون لیدون که واستین خبرانان ترام دیزه و تر بیخ وقت که چاری